میبرم. این شاید درکش این یکم پیچیده‌تر باشه. این یک چکاف، این یه چکافکیه که من روش یه نظری بیشتر سعی کردم طرق بعدیه که خواهیم دید اینجا. نمونه های صوتیش اینجا براتون گذاشتم. کاراکتریستیک آواز این پرنده اینه که از یک نوت زیر اگه در نظر بگیری شروع میکنه و به صورت کروماتیک وار حالا یا به صورت نوتای پیوسته یه خط رو میاد پایین و به یه فرکانس بمتری میاد پایین. این چهار، این سه تا به صورت قسمت مختلف از اون از این فرود پاساژ فرود این آواز این پرنده است و من اینا رو در نظر گرفتم. این قسمتش یک کمی تخصصی میشه بعدی برای اینکه این به صورت نوت نویسی شده است و این همون مقامه به صورت نوت نویسی شده شه و شما برای دوستانی که حالا توضیح میدم که اگر اینجا رو در نظر بگیریم با یه دونه سل شروع میشه میاد روی یه دونه فا و همینجور به صورت یکی یکی نوت ها پایین میاد، یعنی تا هر کدوم از این سردسته های پاساژ شما میبینید که این به صورت دقیقا همون حرکت پایین رونده ملودی پرنده دوباره در این مقام به عنوان کاراکتریستیک این مقام شما میتونید توش پیدا بکنید. یعنی که این بار باز دوباره از خود ملودی و نه ریتم داره استفاده میکنه، یعنی از ملودی آواز پرنده ممکن استفاده کنه. و حالا یه نمونه دیگه هم که یه به صورت این بحث تمام میدونم روی قسمت چیز یه اکسا برای توضیح خواهم داد براتون. و یه نمونه دیگه هم که من کار کردم یه مقام دیگه هست به اسم مقام پرش جلب یا پرواز جکابکه که این برباز از یک قسمت دیگری از این پرنده الهام گرفته شده، اونم که در فصل بهار که هنگام جفت‌گیری این پرنده نر یه سری حرکت‌های نمایشی در جلوی ماده انجام میده که به قول خودشون دو ذره میره بالا میخونه دوباره میره بالا و میخونه و دوباره میره بالا و میخونه تا وقتی که تبدیل به این نقطه‌ای در آسمان میشه و بعد اونجا خودش رو به صورت یک دونه سنگ گلوله میکنه و پرت میکنه روی زمین و در ارتفاع یه متری زمین پرواز میکنه و مجدد میره. برای اینکه فقط یه دو تا قسمت رو اینجا باز بکنم، شما این رو میبینید در مقام پرش جل همین حرکت پله وار به سمت یک پله رو و بعد پایین اومدن سریع رو میبینید و در خیلی از اسطوره و خیلی از داستانهای عرفانی اون منطقه این بحث صحبت میشه که شما توی سایر قطعات اونجا برید مقام ورد اعظم راجع به این صحبت میکنه که میره بالا میره بالا چکاوت جل میره بالا میره بالا و همواره هر اسامی خدا رو میگه تا اینکه میره و اون اسم آخر رو یادش نمیاد و میسوزه در آتش و میفته پایین. برابر این لایه های خیلی عجیب غریبی از لایه عرفانی شما بگیرید تا لایه طبیعی تنجبل خاکی تا موسیقی تا تمام اینها در یه همچین چیزی ببینید که به صورت توده به صلاح وجود داره که نمیشه خیلی سریع الان من راجعه شما حرف بزنم، ولی بحث تو بحث آزادمون هر وقت خواسته اگر من فرصه که کسی رو گذاشته رو کچنم اینا رو سریع رد میشیم. اینا یه سری برای اینکه تو حال هوای منطقه قرار بگیرین روستای تلیاباد در شما نزدیک بوچان این دو تا پایینی عکسای از اون مکان خونه هاشورگان سلیمانی هستش که من بیارتم در دفتر زب نه حتی آنه یه نصر شک کردم که اسم ده علی آباده یا مزار شیخ احمد جامه که برای کسایی که در اون منطقه دولت جام زندگی میکنن خیلی اهمیت داره. یک میل سبز در اون نزدیک که در زمان خیلی به دوران قبل از اسلام میتونه مربوط باشه. نوازنده های مختلفی که در این شما میبینید این مرحالی توبتایی در چیز هستوش در توبت جامه زلفقار عسکریان در حال نشون دادن یک مینی دوتاره که برای بچهش ساخته که اون رو راه میزنه. یه بحث خیلی جذابیه نوازنده های زیگان یا به صلاح کولی ها یا حالا شما میخواید با هر عنوانی گربتی، غرشمار، تمام این اسامی براشون وجود داره در منطقه، ولی این قوم در نگهداری و ارتباط موسیقیایی بین نوابی مختلف ما خیلی خیلی نقش بسزایی دارن. زلفقار از اون زلفقار عسکریان از ادامه به صلاح اون تیم به صلاح طایفه هست. جوزانی یا جوزانی سلیمانی این همان شمال خراسان هستن بیشتر شهر خراسان هم قطعه مشتاری با صدای ساز شهرت رضاقوف جورایف تاجیکستان انوری در ترکمن صحرا متاسفانه از این دوتا نمونه براتون نداشتم وقت خیلی زیاد بود
این زده میشه در ناحیه پولاب و در ناحیه بدخشان هم اونو داریم. یه دوتاره اولا یا دوتارچه بهش میگن، دوتاری میده، دوتارچه حالا هر عنوانی، و به اصطلاح پرده روش نداره و برای یک سری رپرتوارهای خاص استفاده میشه، ولی من روی سازم کار کردم چون روی تکنیکاش به نظرم میاد که خیلی به دوتار نزدیک هست. این فقط برای این نشون داد که داشتم راجع به این چون اینم کار کردم که چجوری این تردیشن به سمت بچه ها میره. اینجا در آسیای میانه این قضیه خیلی جدی در کنسرواتوار تدریس میشه و این آزمون از جمهوریوی تاجیکستان بود که در اون تمام بچه ها از همه جای تاجیکستان میان، هر کسی بود ساز دستشن بود، یه سری بچه های قدرانی بود در حاله ساز زدن هم داره که پسر اسفندیار توفکار در خونش فقط هیچ وقتا پدرش بهش درس نمیداره، فقط از زد شنیدن اون برای من دو سه تا قطعه رو زد که اولا تعجب‌آور بود. با یه دونه انگشت این کار میکنه، ولی من مطمئنم که در طول چند سال آینده پنجه های دیگه هم خواهد بود. تصویری از همون آزمون که نه این همه تو جوانه روز شش مقام بود. با این هم مسخره است به یه کلمه یه جمله فارسی رو شما به فرانسی بنویسینش، ولی در صورت این صحبت پایانی هم به دست محمد حسین یگانه است. از نوازم داره دو کار به سر حسین یگانه اون یکی این شکل، چون شکل کاسه دو تا مثل نیم گلابی، مثل نیم قلب میمونه، یکی تو از من میپرسی که این شکل نیم قلب رو میبینی، این مثل نصف قلب انسانه و همواره در جستجوی اون نصف دیگه قلبش در طریق موسیقیش هم داته میگه. فیلم صحبت ضبط زیاده، ولی من فکر کنم که بهترین کار اینه که من تعطیل کنم و اجازه بدم که هر کسی سوالی داره یا به سوالی نداره خسته هست.